نگاهی تو کرده، انقدر خوبی که خدا فقط نگاهی تو کرده. نپرس از حالم، نگو چرا خون خرابی، خراب حال هر کی نگاهی چشای تو کرده. وای یار جونی، یاد کارات چراغ دلمه، گل مهربونیت تا قیومه تو باغ دلمه. دم غروب و دل تنگ و هیچی نداره بی تو رنگ، و دل قشنگت شده سنگ. و وای بی تو میگیره دل خونه، دلم همیشه بی تو خونه، دیگه امیدی نمیمونه. وای دلم این روزا چقدر دلم هوای تو کرده، نقد خوبی که خدا فقط نگاهی تو کرده. نپرس از حالم، نگو چرا خونه خرابی، خراب حال هر کی نگاهی چشای تو کرده. درود به همه شما عزیزانی که تو خونه هستید و ما امروز مهمان خونه‌های شما هستیم. سلام به همگی. درود. خیلی خوش آمدید. این دو هفته چطور بود؟ الان که سیزه به دریم و این دو هفته خوش بودن. دو هفته تعطیلی داشتیم، عالی رفتیم شمال. یادش بخیر. عیدی گرفتیم. خیلی خوب بود. اینجا کمه ولی خب سعی می‌کنیم. یه ذره ما که تعطیلی نداشتیم که. تعطیلی کجا؟ یه ذره کمه. شب 11 شب عید بود، فردا صبحش هم سر کار بود. دقیقاً. ولی خب مهمونی ها خوب بود. آره، ایده برنامه های عید خیلی خوب بودش. در واقع همین برنامه هایی که برگزار کردن، نمیدونم اگه دوستان شرکت کردن، خیلی خوب بود. درصد دیده بازی با دوستان و خانواده ها و کلا خودمون حال و هوای عید رو تو خونه سعی می‌کنیم که داشته باشیم. مثلا من برای بچه‌هامون خیلی مهم هستش که مثلا که یاسی میگه اینجا بزرگ بشن با فرهنگ ایرانی، واسه بهشون یاد بدیم. و من راستش اون روز عید بچه ها رو مدرسه نمیفرستم. سیزه بدر چی؟ سیزه بدر خودش آخ ویکند هستش، برای همین اوکیه. ولی عید افتاده بود قشنگ وسط هفته، نمیشد بچه‌ها برام. خیلی عالی، خیلی عالی. البته تشکرم کنیم ازشون که کاملیا آشرشته رو قرار شد بیاره، روحام هم که جیجو به قول خودش درست کرده. خالصه بعد فیلم برداری میریم که ببینیم چه خبره، چی کار کرده. سبزه یه رو بزنیم و دقیقا. نه دیگه، من از سبزه کار یاسی و علیه سبزه گره بزنم. نه تو رو خدا، تو هم یه گره بزن. من چهار تا گره میتونم بزنم، نمیتونم. سبزه خوبی داریم بچه ها، جا برای همه هست. آقا مگه فقط دادم آرزو شوهر کرده همه آرزو داریم؟ آرزو به این بزرگی؟ بسید کنم آرزو به دل نموندی؟ به جز تو که الان یه آرزو داری 18 میلیون بدی اون ماشین رو؟ من خیلی ایدی روها نگفتم بابا بوگاتی برام گرد. نگفتم به درستی که نمیخواستی شواف کنی. اصلا سپرایز شدم. یه برای یه بلیت بخت آزمایی گرفتم که اگه برنده بشه بیدیم. آها همون کادر رو گرفتم. من
واسش سر به پا کنید امشو هلا بندون پیش برا کنید به پا مخیشونش باز بگیری بیان اون کجای شهر رو سر صدا کنید آخ یارم جانه 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 کنم الان یاسی بعد خیلی چون خیلی تعریف کرد برامون تو این مدت که هی میدیدیمش یار من کلاس ایرانی رفتم و مدرسه ایرانی رفتم و من ضرب المثل زیاد بلدم و من کتاب فارسی میخونم و یه ضرب المثل خوب بهمون بگو. من تو مدرسه ایرانی خب بچه بودم ویکندا میرفتم یکم واسم دعوا بودی وقتا تو خانواده که مثلا چرا باید شنبه ها برم مدرسه من آردی تو هفته میرم مدرسه بعد ویکندا باید برم ولی سر این کلاس ضرب المثل واقعا تازه اونجا فهمیدم که چقدر زبان فارسی زبان قشنگیه و دیگه از اونجا دیگه واقعا عاشقش شدم که سر این ضرب المثل بود که یه سریاشون هم داستان دارن پشتشون که واسه هم خیلی جالب بود. حالا خواستم داستان ماسمایی رو واسه تون تعریف کنن که خیلی همه میگن ماسمایی رو وقتی میخوای یه چیزی رو یکم میون بور بزنی زود انجام بدی تموم بشه میگن ماسمالی. این داستانش اینه که یه عروسی بود توی باغ یه جای دور، بعد هر مهمونی که میخواست بره اون عروسیه یه جاده بود که حتما باید از اون جاده رد میشد. این جاده هم یه دونه دیوار آجوری خیلی زشت داشت. بعد اینا میخواستن که این آجر رو سفید کنن که مثلا مهمونا بیان قشنگ باشه این جاده. بعد این باغ چون یه جا ناجوری بود مغازه اینا نبود که بخوان برن رنگ بخرن که سفید رنگش کنن. بعد گفتن خب بیایم ماست استفاده کنیم. بعد به جاش رفتن ماست همینطوری تپه تپه گذاشتن رو این دیواره که سفید بشه، که واقعا هم همونطوری شد. ولی روز عروسی بارون میاد، بعد این ماستا میریزن و خیلی زشت میشه. بعد از اونی که قبلش بود هم آجوری بودم بدتر میشه. بعد حالا داستان ماستمالی از اینجا شروع میشه. دیدم یه کتابی هم شما داشتید آره، که آره. تمام به ضرب المثل ها توش بود. اسم این هست قند و نمک، این خیلی معروفه تو ایران. آره. مثلا دیکشنریه ولی از الف تا آخر میره، همه ضرب المثل ها رو داره و توضیحاتش هم نوشته. حالا میدونی که یه سری ضرب المثل ها ما داریم که عامیانه است که توی اون کتاب هم نیست. مثلا من یه ضرب المثلی به شما میگم که ضرب المثل جدیدم هست، ببینم شما معنیشو میدونید یا نه. میگن طرف مثل خری میمونه که بهش تیتاب دادن. شنیدید اینو؟ اصلا تیتاب میدونی چیه؟ تیتاب یه کیکاییه که ما میدونیم اونه که تو ایران نبودن نمیدونن. یه کیکاییه که خیلی معروف بود و خوشمزه بود. شهدی داره و روش خط راه داره، خیلی معروفه شکن تیتاب. بعد خب مثلا خر اصولا تیتاب گیرش میگه، یکی که خیلی ذوق میکنه الکی یهو شروع میکنه خندیدن بیمورد و اینا، میگن مثلا طرف مثل خری میمونه که بهش تیتاب دادن. اینم یه ضرب المثل، میتونی اون تر کتاب دستی اضافه کن. باید اضافه کنم تو کتابم. ضرب المثل هم رو هم البته همه رو نشنم. بعضیاشو گفتم که اونا رو نمیشه در تلویزیون مطرح کرد ولی در حد تیتاب تو کتاب هست ستاره نوشته یه سری ها ستاره زده ستاره زده آره امورا هم همه ستاره داره ستاره داره ضرب المثلاش. حالا عباسی از شما رقاصی از ما چیه؟ چی؟ عباسی که بعد یه واحد پولی بوده من میدونم قبل از شاهی، چون من پدر بزرگم میگه ما میرفتیم مثلا سبزی میخریدیم دو عباسی، میگفتیم دو عباسی چیه؟ میگه یک تومن ده قرونه، هر قرون ده شاهیه، هر شاهی ده عباسیه. من این از پدر بزرگم یادمه. حالا رقصیدن از شما عباسی هم شاید میگه پول شما میدیم، پولش رو شما بدین رقص شما میکنه.
دیگه کی چی بلده؟ سر مسئله بهار رو بگیم. الان سال بهار از بهارش پیدا. والا این خیلی خوبه. سال خوب. بهار خوبی هم داشتیم. پس سال خوبی خواهد بود. آره دیگه. مریم جان بهارمون چطوریه؟ عالیه، مثل خلیفه خورد. چاله بود. حالا اینا من بگم، هر من یادمه تا سال قبل، مثلا من 12 13 ساله کانادا اومدم، ما یک سال قبلا یادمونه که 13 به در ما تونستیم زمین رو ببینیم، یعنی همش برف بود. همیشه تا بعد از 13 به در برف بود و امسال اولین سالی بوده که از شاید تو اوایل اسفند ماه شروع شد دیگه برف و آب شد و زمین ما دیدیم. اینم یه چیز جالبی بود که امسال ما دیدیم. اولین نوروزمون امسال بود که خیلی وقت ما اصلا آب روون نمیتونستیم پیدا کنیم که این هفت‌سینمو پرت کنیم. همش یخ بود. امسال هفت‌سینمون رو پرت کنیم. نه سوری. سبزمون. کل هفت‌سینو میندازید دریاچه. کل هفت‌سینو با خانواده یه ضرب المثل درست میکنم اونجا. بچه‌ها این هر چیز ما سبزی ما مثل همین درخت کریسمس است که تموم میشه، اونا هم باید ببرن یه جایی بذارن. نمیدونم جنگل میبرن کجا میبرن. نه نمیاد، نه شهرداری میاد تو اشتباهش، شهرداری میاد دو یه روزی که ما دمی در میذاریم شهرداری، شهرداری میاد یه روزی که شهرداری زحمت شده. آره نه اینا خیلی کوچیکه دیگه. اینا آره اینا رو روی کاپوت ماشین میذارید مثلا؟ ما اینا رو میدیم به گوزنای محل ها میدیم. الان دیگه گینی پیک داریم، سبزهاتون رو بدیم و گینی پیک همون بخورن. آره جان برورده میشه اگه گینی پیک ها بخورن. نه بگو قسمت گره هایی که یاسی زده نخورن. گره ها باز باشه. من همیشه میرم در رودخونه هی نگاه میکنم کسی دفعه من رو نگاه نکن چی داره این مینازه تو رودخونه. نگاه میکنم آره میدونم ولی توضیح باید بدی آخه به همه. فقط ایرانی های منطقه، من هر منطقه میفهمم چه تعدادی هستن، چون هر وقت میری هر جا بندازی اونجا یه جا سبزها جمع شده. آره بقیه در رودخونه یخ زده دیگه. درسته. مثلا تعداد سبزها میتونی بفهمی این محل چند تا ایرانی داره. ایرانی فعال. ایرانی فعال. بالای مون رویال بیور لیک نمیدونم اگه قبل از عید ایرانی ها همه اونجا با یه توری ماهی هستن، ماهی ها رو دارن میگیرن چندی ماهی بعد دوباره ماهی ها رو میام میزن اونجا. اگه بری اونجا دقت کنی پر ماهی قرمزه. آره بیور لیک ماهی نخریم آقا، چرا شما نه احتیاج نیستن بخری، یه خورده نون بنداز میان یه بزن پلاستیک خدا. آره ماهی قرمز. آره بعد میان دوباره میریزن اون تو ماهی ها رو. شما که ببخشید ماهیه که پارسا شما بهتون دادن گفتید داری بچه هم پلوتونه بچه‌تون خوب ازش بچه‌شون هم فایتره آخه ماهی فایتره. اوکی من فکر ماهی قرمز بهشون دادی. یه پسر بود، یه پسر کوچولو. خب پسر دخترش کجا مرد میشه؟ من شنیدم خودشون گفت خود ماهیه خودشون داره. زمستون و سر می کنم با اینا خستگی مدر می کنم. عید نوروز اومده، عید نوروز اومده توی قلب من و تو شادی امروز اومده. عید نوروز اومده، عید نوروز اومده توی قلب من و تو شادی امروز اومده، شادی امروز اومده.
علی جان خواستی از پادکستتون دفعهمون توضیح دادین، یه مثال میذارین از یکی از این، من دفعه پیش نظرتون برسه به یه خاطره خوبی یا یه در واقع صحبت خوبی با یکی از مهمونا داشتی که شاید جالب باشه به یاد ماندنی یا نکته خوبی داشته باشه. والا حالا جدا از خاطره، یه چیزی که خیلی باله راجع به آدما که مثلا تو این چند قسمتی که من ساختم این بود که آدم ها اوکی انجلو دوربین از مثلا شاید 10 دقیقه اول به بعد یخشون هم آب میشه بهتر میشه، اما تو هر کاری هم بکنی باحالترین حرف های آدم ها باحالترین قصه هاشون مثلا از وقتی شروع میشد که نورا خاموش میشد دوربین و دکمه آفش رو میزنه من دیگه تازه شروع میکردم قصه باحالاشو میگفت، میدونی؟ یعنی داستان اینه که مثلا هر کارم بکنی آدم ها جلو دوربین انگار یه چارچوبی دارن ولی وقتی خاموش میشه خیلی بالتر و راحت‌تر و اینجوری این چیز باحالی بود که مثلا تو این چند قسمت یه پادکست یواشکی آره فکر نه باید مثلا دوربینا رو یه جایی تو سقف و اینجوری جا کار بذاری پادکست تو با ما انجام بده ما آره عکس ما با دوربین روشن میشه تازه یواش خاموش میشه هنه ها
چند خوشم مجنه ای وارد عیله ای وارد بزنه ای وارد خانم بگه چه برنامه‌هایی قراره انجام بده در سال جدید؟ من تو سال جدید دوست دارم از لحاظ کاری و همه چی می‌ذاره یه مرحله برم جلوتر. دارم دیگه تلاشامو می‌کنم که ایشالله امسال بشه مثل اینکه امسال با سال چی بود؟ اجدها مثل اینکه سال خوبیه واسه این کار. امیدوارم بتونم به اون موفقیت‌هایی که می‌خوام برسم و هیچی دوست دارم کشورهای جدید ببینم، دوستای جدید، اکسپرینس های جدید. خیلی عالی. برنامه برای تلویزیون چیه؟ برنامه جدیدتری داری واسه تلویزیون؟ دوست دارم چیزای انواع اقسام درست کنم. یه دونه میخوام برنامه اسکواش ضبط کنم، اسکواش رو معرفی کنم، اکتیویتی های متفاوت، یه دونه پیلاتیس دوست دارم نشون بدم. دوست دارم با کسای ایرانی کلابریت بکنم، با چند تا فشن اینفلوئنسر کلابریت کردم، دوست دارم دوباره باهاشون کار کنم راجع به لباسای عید و اینا. خب الان فصلم عوض شد، استایلم عوض میشه. دوست دارم با کلابریت بیشتر بکنم امسال و حالا دیگه چیزای جدید و اکتیویتی های جدید امتحان کنیم. حالا روحم همش مثل بابای مجلس نشسته بود اون بالا، خلاصه همینجا. حالا خودت میخوای چی کار کنی برای من؟ والا خودم که یه هنو اون برنامه امروهام و دوستان رو همچنان ادامه میدیم، یه کمی آرومتر، ولی دو تا برنامه دیگه داریم که چند تاش هم ضبط شده، هنو پخش نشده. یکی برنامه هست به نام رنو روحام، بر وزن همون امروهام، که راجع به رنوویشن و کلن علاوه بر اینکه خودم نکات مختلفو میگم که به درد مردم بخوره، چون به فارسی نداریم همچین برنامه‌ای و توی کبک هم کسی اگه بخواد راجع به این قضیه حرف بزنه باید آر بی کیو داشته باشه، که خب من دارم، یعنی اجازهشو رسمی دارم که از طریق کبک بخوام صحبت کنم. اینو داریم و به غیر از اون مثلا متخصصین مختلف، برقکار و لوله‌کش و تمام اینا، اطلاعاتی که به درد مردم میخوره رو داریم برنامه درست میکنیم که اینا بگن. یه برنامه هم داریم که اول می‌خواستیم رستورانگردی باشه، از مشاغل دیگه خیلی با ما تماس گرفتن، به حالت معرفی مشاغله. یعنی من میرم تو بیزنس های ایرانی که هستن و حتی افغانی، چند تا بیزنس های مختلف خواستن. فقط رستوران میریم. نیست کلا بیزنس. آره فقط رستوران نیست، رستوران گردی یکیشه و اینها رو هم داریم فیلماشو میگیریم، که این هم برنامه جالبه که مخصوصا همشهری همه دوست دارن بدونن چه بیزنس هایی هست، چه کیفیت هایی داره، اونا رو هم معرفی کنیم. این از فعلا این برنامه. شما خانم دکتر برنامه‌تون چیه در این راستا؟ در همین راستا که بریم در اصل ما می‌خوام بالاخره از مطب بیام بیرون و بریم در واقع همین کلینیک‌های مختلف، حالا چه رادیولوژی باشه چه کلینیک‌های پزشکی مختلف باشه، بریم در واقع آشنایی بازم با از لحاظ در واقع کلینیک و بیمارستان‌ها یکم اطلاع رسانی باشه تو زمینه در واقع سلامت و بهداشت برای افرادی که توی مونترال هستن. یه پیشنهاد دادم که چون کاملیا خودش کلینیک زیبایی داره، گفتم یه سری اصلا چیزایی که مربوط به زیبایی است و مردم دوست دارن بدونن هم در چند برنامه بگه، اونا رو آموزش بده، مردم براشون خیلی جالبه بدونن. اینا کلینیکای بیرون که میری به زبان فارسی یا قراره به زبان انگلیسی؟ خب در اصل حالا سعی میکنیم اول با کلینیکایی که پزشکا و در واقع متخصصای ایرانی هستن شروع کنیم، ولی بعد خب میتونیم در واقع با همه کلینیکا باشه، ولی خب ترجمه میکنیم یا ان شاء الله زیرنویس بذاریم یا اینجوری باشه که در واقع برای همه افراد جالب باشه، ولی خب سعی میکنیم که حتما در واقع ترجمه فارسیشو داشته باشه، زیرنویس فارسی داشته باشه. حالا ببینیم که به چه صورت است، ولی خب همونطور که روحام گفتش، خب زیبایی تخصص خودم هستش و خیلی سوال هست، خیلی جالبه که خیلی از افراد اصلا فرق بین مثلا بوتاکس و فیلر و اینا رو نمیدونن، یا اصلا پی آر پی چی هست، مزوتراپی چیه، مزوژل چی هستش. کلا یکم در واقع آشنایی به نظرم جالب هستش که و در واقع نگهداری از پوست و صورت و حالا سلامت جسمی مهم هستش، حالا در واقع سلامت پوست و زیبایی هم یه چیز دیگه هستش که خب خیلی مهم است و خیلی نه تنها خانوما بلکه آقایون هم این دور زمونه خیلی آره دنبالش هستن. کم کم دیدید من آره. نازک شده آره. چشام گرده شده ابرو کمانی هم ولی نه رو هم نمیتونه اخم کنه معلومه اصلا حسابی بوتاکس مالی کرده اثر نداره روش اثر نداره اتفاقا یه بار من
کلینیک کاملیا بودم، کاملیا گفت روحان بیا یکم از این مواد مونده بیا برات امتحانی بزنم. بعد من فکر کردم میخواد مثلا اینجا من دو تا خط بدین رو بزن. بعد آره بعد زد اینجا، گفتم کجا زدی؟ و اینا گفت زدم این خط، خطای اخمت. گفتم اه ما یه برنامه داشتیم امروها، من بعد اونجا اخم کنم اخم منو چرا خطا؟ من یه بار اشتباهی خوردم بوتاکس دیگه اینجور صاف شده. آره اصلا تکونه میکنه. نه مال همینه که اگر خوب موندی آمن های اینکه چهار سالی یه بار تولدتو جشن میگیری، مال هم بوتاکس هست که خوردی. نمیبینم علی یاسی وسط من همیشه شات بوتاکس میزنم. من میگم بیای نقب دوباره اینجوری مثل فنر میرم جلو، دوباره بیای نقب میرم جلو. خب همه گفتن شیما تو قرار چیکار کنی؟ من بگم والا قولی که داده بودیم پارسا قرار بود که برنامه املاک برای همه داشته باشیم و خدا رو شکر برنامه رو شروع کردیم. یک برنامه خیلی خوبم با هم داشتیم راجع به رنوویشن، راجع به نوسازی خونه. و یه خبر خوب این که تو برنامه املاک برای همه قرار بریم تو محله های مختلف. مثلا ایدمون این بودش که یه نفر که توی محله زندگی میکنه چه نکات مثبت و منفی براش هست رو توی اون محله، چه تجربیاتی هست که میتونه بگه برای کسایی که میخوان خونه بخرن توی محله براشون مهمه، آیا این منطقه مدرسه های خوبی داره، چه امتیازهای خوبی اون محله داره که خانواده هایی که میخوان خونه بخرن واقعا آگاهیشون بیشتر بشه. چون هر روز این سوالا رو ما داریم، ما کجا چه رستوران های همه عوامل مهمه، مثلا بافت سنی اون منطقه چه سنیه، در واقع آیا دانشگاهی هستن نیستن و این سری کارهای آماری و اطلاعاتی که بخوایم بدیم. و یه چیز جالب این که تو برنامه آوا درخواست دادیم از همه کسایی که توی محله‌های مختلف هستن بیان و راجع به محله خودشون هم صحبت بکنن. اگه عزیزان شما هم توی محله خاصی هستین، دوست داریم که صحبت شما رو هم بشنویم، با ما در تماس باشین که در واقع راجع به محله خودتون صحبت بکنید. حالا همین محله‌ای که الان ما توش هستیم راجع به این بگیم برامونه که آره دیگه کاملیا جون الان بروساردیم. این خونه‌ای که Airbnb اتفاقا تو محله سکتور ال هستیم. اگر کسایی که از این خونه خوششون اومده دوست دارن برای Airbnb خونه رو اجاره کنن میتونن به سایت مراجعه کنن و این خونه زیبا رو اجاره کنن. اسم قصرم گذاشتن. آره اسم قصر یکی از محلهای بسیار خوب بروسارت هست و خونه بسیار زیبایی هم هست. من تو قسمت غربی قصریم. بالاخره علی رو صداش ما امروز شنیدیم. علی تو برنامه جدید داری احیانا؟ امروز خیلی ساکتی. من ساکت معلومه که زیادی تا ما اینجا بودیم اون طرف زیادی آش رشته خوردی. نه من از این سنجدا خوردم میکرده از نگه قدیمی بود بادم طبق معمول. برنامه جدید امسال تو چی داری؟ برنامه جدید ببین حالا امیدوارم بتونم برنامه بزنم کنم که کلا مشغول کارهای استنداپ و اینا هستم، کمدی کلاب تو داونتاون، ولی اگه بتونم به طور فارسی بتونم این برنامه رو اجرا کنم شاید ایده خوبی باشه بتونم امسال این کار بکنم. آره هر نفس تو من خاطر از با من
بری برقص با من، رنگ اون آرایش صورت آرامش اون نگاه و خواهش سرخی لبا دامن کوتاه این همه بلا تو دوست دارم، ناز داری دل میبری سمت ساحل میبری، آخ چه شیرین دختری این همه وفا تو دوست دارم. برنامه شخصی میگم برنامه تلویزیون برنامه شخصی شروع کن. برنامه کارم رو اکسپند میکنم و خلاصه یک گروه درست کردم و تقریبا تا حالا 3 نفر دارم برام کار میکنن و میدونید همتون که کار حسابداری میکنم، ولی برنامه تلویزیون رو قراره که یه تغییر 100% توش بدیم. نمیگم به خاطری که هنوز ایدش به اون حد چیز نرسیده، اجرا نرسیده، ولی خب مطمئنن این تغییر رو خواهید دید. برای امسال خواهد بود 100%. خب دوستان، 2 روز دیگه تا آخرین مهلت مسابقه بیلبوردهای نوروزی باقی است. عکس بگیرید از این بیلبوردها، سلفی بگیرید از خودتون و برای ما در آوا تیوی بفرستید. به 10 نفر به قید قرعه جایزه های 250 دلاری تعلق میگیره. حتما اینا رو بفرستید. 5 بیلبورد بزرگ در شرق، غرب، شمال و جنوب و مرکز مونترال هست. اینها رو پیدا بکنید و برای ما سلفی و عکس بفرستید. عاشق اینم که همش به ساعتم نگاه کنم، قلبم و بیقرار تو لحظه رو چشم را کنم، برای این که برسی فقط خدا خدا کنم، من که دارم حس میکنم خودم و تو ثانیه هات، دلم برات تنگ شده بود واسه خودت واسه هوات، واسه یه ذره دیدنت حتی واسه صدای پات. خیلی زیاد دوست دارم، دوست دارم بیشتر از هر چیزی که هست، زمستونم دوست داره چون سر راه تو نبست، با نفسات حس میکنم حس میکنم وقت نفس کشیدنه،
قلبمو میذارم وسط، این سفره عید منه. واسه دیدن تو تنگ شده و میخواد تو چشمات بازم ببینه خودشا، هرچی که دورو برمه به من داره میگه میاد، خاطر انگیزه که تو چند ثانیه دیگه میاد. خیلی زیاد دوست دارم، دوست دارم بیشتر از هر چیزی که هست، زمستونم دوست داره چون سر راه تو نبست. باد نفسات حس میکنم، حس میکنم وقت نفس کشیدنه، قلبمو میذارم وسط، این سفره عید منه. خب میبینم استنلی هم که با خودت آوردی. استنلی جان چطوری؟ خوبه. مرسی. خب تا حالا ریاکشنی به استنلی بوده؟ مثلا ریاکشن های مثبت، منفی، چیزی بوده که مثلا در مورد استنلی باشه بتونیم با ما در میون بذاری؟ استنلی رو من خیلی جا با خودم میبرم. مثلا گاهی وقتا میکنم که یه کیف بزرگ دارم کلش میزنم بیرون، پس با هم همه جا. یه سری ها خب میخندن، یه سری ها فکر میکنن سگمه، اونا واسهشون عادیه. بعد بچه ها میبینن زخم میکنن، چون یه وقتا پیش اومده که من استنلی دستمه، بعد یه بچه کوچیکم اونم خرسش دست میگه ای دختر استنلی گندن دستشه یه خرس. بعد ولی خب یه سری ها یه جور عجیب غریب هم نگاه میکنم، ولی خب من اذیت نمیشم چون چیزی نیست که به کسی صدمه بخوره. میدونین حالا کسی فکر کنه حالا این دختر چقدر عجیب غریبه، حالا بذار فکر کنم. من زیاد واسم مهم نیستیم، ولی به هم یه انرژی خیلی مثبت داره میده و دوستم هر جا برم با هم بیاد. دیگه خودت صدمه نمیخوره به استنلی چی ممکنه اون روحیش ناراحت بشه؟ نه این خیلی قویه، قویه انرژی مثبتش خیلی قویه. بپرسن ازش نگران اون نشیم. حالا نه تلپاتی ما داره. آه تلپاتی، تلپاتی نمیخوره استنلی که نمیفهم. استنلی فقط خوبیا رو تو دنیا میفهمه. صداش میاد، صداش میاد. استنلی بر نمیخوره بعضی وقتا. نه الان خوشحالی که 13 به در شده؟ آره خیلی خوشحالم، خیلی خوشحالم که منو آوردید اینجا. خیلی دوست دارم میخورد از اون سنجدا بخورم. میشه لطفا من بدین؟ میخوای سنجدا بده به کی؟ نمیدونم، به این آقای پهلوم نشسته بگیم بر بیاره سنجدا. آقا میشه بری برای سنجد بیاری؟ بله عزیزم، معلومه که برات میارم سنجد. حالا علی جان بشین تا حداقل برنامه تموم شه. پس ای با باشه، چشم دوست جدید پیدا کرد. هممون تای دلمون استنلی داریم. آره اصلا برق نگاه با بقیه فرق داشت، یه جوری که نمیشه چشمو ازش برداشت. تو چی شد برق داشت با بقیه فرق داشت؟ تو چی شد دریاست تو شد مال غرق داشت؟ چشم دید و دلم رفت، نشستی توی قلبم. آره دور دنیا رو زدم تا تو رو پیدا کردم، صد دفعه عاشقت شدم، صد دفعه توبه کردم، ابدی شدی تو واسم دور سرت بگردم. قفلم رو خنده ها دلم پیشت گیره، اینجوری که پام چشم میشی آدم خیره. چشات نفس گیره، نفسمو میگیره، میاد و میزنه میره و گردن نمیگیره. قفلم رو خنده ها دلم
دلم پیشت گیره، اینجوری تو بام چشم میشی آدم خیره، چشات نفس گیره نفسمو میگیره، میاد و میزنه میره و گردن نمیگیره. پیش خدا هرچی که شد فدا سرم فدا سرت، تا همه بدونن هیشگی نیاد دور و برت، آخه اونا که نمیدونن چه آتیشی زدی دل عاشق من با اون چشای محشره، چشام دید و دلم رفت نشستی توی قلبم، آره دور دنیا رو زدم تو رو پیدا کردم، صد دفعه عاشقت شدم صد دفعه توبه کردم، ابدی شدی تو واسم دور سرت بگردم، قفلم رو خنده ها دلم پیشت گیره، اینجوری که بام چشم میشی آدم خیره، چشات نفس گیره نفسم رو میگیره، میاد و میزنه میره و گردن نمیگیره. قفلم رو خنده ها دلم پیشت گیره، اینجوری که بام چشم میشی آدم خیره، چشات نفس گیره نفسم رو میگیره، میاد و میزنه میره و گردن نمیگیره. خب برنامه امروز هم داره تموم میشه، امیدواریم که یه 13 به در عالی داشته باشین، حسابی بهتون خوش بگذره، سبزیاتونو گره بدین، آرزوهاتون برآورده بشه. ما دست جمعی ازتون خدافظی میکنیم، اما قبل از اینکه بریم یاسی قراره که یه شعر براتون بخونه، بریم ببینیم چیه. آمد بهار جانها ای شاخ تر برقصا، چون یوسف اندر آمد مصر و شکر برقصا، ای شاه عشق پرور مانند شیر مادر، ای شیر جوش در رو جان پدر برقصا. آمد بهار جانها ای شاخ تر برقصا، ای شاخ تر برقصا، ای شاخ تر برقصا، جان پدر برقصا، جان پدر برقصا، اسبا و سر بریدی دیپا و سر برقصا، ای خوش کمر برقصا. تاجداران در چرخ او چو باران، آنجا قباچه باشد ای خوش کمر برقصا، در دست جام باده آمد با تن پیاده، گر نیستی تو ماده زان شاه نر برقصا. گلاغی روزا چقدر دلم هوای تو کرده، اقدر خوبی که خدا فقط نگاهی تو کرده، نپرس از حالم نگو چرا خونه خرابی، خرابه حال هر کی نگاهی چشای تو